سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمدید. از ادامه نگرانی ها از اوضاع افغانستان تا اطمینان حکومت سرپرست از تامین امنیت سراسری در کشور، چرا بریتانیا به شهروندانش هشدار داد که به افغانستان سفر نکنند؟ پس از آلمان و روسیه، حالا وزارت خارجه بریتانیا در خبرنامه اوضاع امنیتی افغانستان را بی‌ثبات خوانده و به شهروندانش هشدار داده که به افغانستان سفر نکنند. به گفته این وزارت، خطر حمله های تروریستی مداوم وجود دارد. اما معاون سخنگوی حکومت سرپرست با رد این ادعا گفته که در افغانستان امنیت و صلح سراسری تامین است و همه مردم احساس آرامش دارند و مشکلات امنیتی نیز در حال حاضر وجود ندارد. همزمان با این، شماری از آگاهان نظامی نیز میگویند که وضعیت امنیتی افغانستان آنقدر بد هم نیست که کشورها هشدار میدهد. در کنار این، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در دیدار با هماهنگ کننده سازمان ملل برای افغانستان میگوید که تفاهم ملی تنها راه برقراری صلح و ثبات در افغانستان است و ملل متحد در حفظ و تأمین امنیت در افغانستان نقش مؤثر دارد. حال پرسش این است که چرا بریتانیا به شهروندانش هشدار داده تا به افغانستان سفر نکنند؟ اوضاع از چی قرار است؟ حکومت سرپرست از امنیت سراسری سخن میزند، اما جهان از بد امنیتی هشدار میدهد. حقیقت مسئله چیست؟ آیا خطر در کمین است و اینکه کشورها شاید پراگنی میکند؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث میپرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت و توسعه، نادر شاه احمدزی، آگاه امور نظامی، و احمد منیب رسا، نویسنده و فعال سیاسی با ما در این برنامه و در این بحث هستند. مهمانان عزیز، تشکر که به بحث حاضر شدین. بحث را میخوایم با آقای حسینی آغاز بکنم که شما در حال حاضر در کابل هستین، وضعیت را چگونه ارزیابی میکنین؟ با ثبات افغانستان است و یا بی ثبات افغانستان؟ به نام خداوند بزرگ و مهربان، ضمن عرض سلام خدمت بینندگان، دستان در کاران و دیگر مهمانان که در این برنامه حضور دارم. شما ببینید، ما یک زمان بحث ثبات افغانستان مطرح میکنیم، یک زمان بحث امنیت روزمره افغانستان مطرح میکنم. با توجه به وضعیتی که ما در حال حاضر در افغانستان داریم، الحمدلله از لحاظ امنیتی در افغانستان با یک چالش و مشکلات کلان ما روبرو نیستیم. البته هرچند که بعضاً بعضی مشکلات امنیتی وجود داره، ولی در سطح پایین است. در سطح کلان ما نگرانی امنیتی در افغانستان در حال حاضر نداریم. اما بحث ثبات در یک مقدار متفاوت تر از امنیت است، چون بحث ثبات در یک روند تعریف میشه، در یک روندی که 10 سال 15 سال بگذرد، بعد او وضعیت درونی یک کشور در حدود 10-15 سال مورد بررسی قرار میگیره، بعد میگه این کشور ثبات داره یا نداره. این بحث ثبات یک روندی است که سالها باید در یک وضعیت ثابت قرار داشته باشه یک کشور، بعد ما میتونیم بگیم این کشور ثبات داره، که از لحاظ مدت زمانی معمولاً باید بین 10-15 سال یک روند ثابت در یک کشور وجود داشته باشه تا ما بحث ثبات مطرح بکنیم. ما در حال حاضر فقط میتونیم بحث امنیت مطرح بکنیم. از لحاظ امنیتی، چنانچه خدمت شما عرض کردم، در حال حاضر وضعیت امنیتی در افغانستان در سطح کلان نسبتاً خوب است. بله، آقای حسینی، بریتانیا به شهروندانش گفته که خطر امنیتی وجود داره. حالا تعریف از این چی میتونه باشه؟ شما ببینید، این اعلام بریتانیا مبنی بر بعضی نگرانی های امنیتی در افغانستان میتونه چند پهلو باشد. یک بعدش بعد سیاسی است، به خاطر که یک روند مثبت میان حکومت افغانستان و جامعه بین المللی، مخصوصا کشورهای غربی، در حال حاضر شکل نگرفته. شما میبینید که این کشورها هنوز افغانستان به رسمیت نشناخته و به همین خاطر میتونه که یک مقدار این بعد سیاسی داشته باشه. مسئله دیگه ای که در این ایام این نگرانی ها انجام میشه، به خاطر میتونه بحث مسئله غزه و فلسطین مطرح باشه. با توجه به جنایاتی که اسرائیل در فلسطین انجام داره، فعلا احساسات مسلمانان در تمامی کشورهای اسلامی یک مقدار بالا رفته، براشفته است. به همین خاطر اینا میخواد که برای شهروندان خود امنیتی اونا در نظر بگیره و در این نگرانی، مخصوصا در افغانستان، میتونه از جز کشورهایی است که نسبت به مسائل فلسطین بسیار حساس است، میتونه نسبت به بسیار از کشورهای دیگر برجسته تر باشه.
بعد دیگه ای که وجود داره بحث داعش است. جامعه بین المللی نگرانی از فعالیت های داعش در افغانستان دارد. ما هم به یک میزان نگرانی فعالیت های داعش در افغانستان هستیم. هرچند که امارت اسلامی در 2 سال گذشته در مبارزه با داعش موفقیت های بسیار کلانی را کسب کرده، اما او به این معنا نیست که داعش در افغانستان ریشه‌کن شده باشه و هیچ گونه فعالیتی نداشته باشه. هنوز هم داعش میتونه که به عنوان یک خطر و تهدید هم برای ملت افغانستان و هم برای دیپلمات ها و یا گردشگران خارجی در افغانستان مطرح باشه. بله، تشکر آقای حسینی. آقای مزای، تحلیل شما چی است؟ چرا بریتانیا و همچنان آلمان و روسیه بشرمندانش گفته در افغانستان سفر نکنند؟ آقای حسینی به این باور است که حالا دلیل های مختلف از بحث سیاسی است، مسئله داعش است و همچنان مسئله فلسطین و غزه است. حالا تحلیل شما چی است؟ واقعا وضعیت چیگون است در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از همه وقتت سلام احترامات خوش از طریق تلویزیون نور به همه شهروندان افغانستان تقدیم می‌دارم. در قدم دوم سلام احترامات به شما دوستان عزیز در بخ و کارشناسان و فرماندهان تلویزیون. ببینید، بین که ما و شما مشکل یا امی به اصطلاح امی تفکیک کنیم موضوع را، که یک وضع عمومی است که ظلم و ستم و جنایات بشری علیه مسلمان در فلسطین جریان دارد و در اونجا یک بحث بسیار بزرگی است. اولین حکومتی که در این جنایات پوشش داد و حتی از اونا به نهایت یک جنایت یاد نکرد و کشور انگلیس بود، یعنی لندن بود. خب و سونارام صدراعظم ازیان به هر پیمانه به خاطر کشتار مردم بیگناه فلسطین اونا را اکمال کردن و هر روز روزانه تا 100-200 نفر مسلمان بی جهت بیگناه در فلسطین شهید میشه. این یک جنایت بسیار بزرگ است که انگلیس هایی که همیشه داد از حقوق بشر میزدن، امروز خداوند اینا را در روی جهان شرماندن که دیگه این موضوع دروغ بوده. یه ای بسیار موضوع مهم است و در افغانستان موضوع فلسطین موضوع حاد است و ما شما معلوم است هر فرد افغان چون مسلمان است 95% کشور 98% مسلمان دارد و اگر باقی مانده ادیان است، چی یهودهای افغانستان، چی سکای افغانستان، چی اردوهای افغانستان، اونا حداقل همی احساس بشر دوستی 98% مد نظر میگیره و میفهمند که جنایت بزرگ جریان دارد. دوم موضوعش که اگر تفکیک کنیم که مشکل در کجاست. انگلیس ها از داعش احساس خطر نداشتن، اگر می داشتن اول مثل روسا آوره این بحث باید مطرح میکرد. حتی صدر اعظم شما یادتان است وزیر خارجه به بسیار عجله از تقریبا یک ماه قبل آمد از قطر وارد کابل شد و همین تو حیات هایش آمدن و حتی به نیو امید بودن که به اصطلاح و ریزرفایری که دونجا داره توسط از با یک بازی بسیار بزرگ داره که پاکستانی ها در مسیر داره او را سپورت کنه، اما اونا نتیجه نگرفتن. بعضی روس ها موضوع از این که میگن که افغان ها فرنسال افغانستان به مرکز خطر تبدیل نشه، روس ها با اهدافش با انگلیس ها متفاوت است. اونا روی از این بحث میکنه که اونا احتمالی صحبت میکنن، یعنی به این شکل که انگلیس ها صحبت میکنن چون اونا صحبت ندارن. آلمان ها بحث جداست. لحاظا اگر ما کوشش کنیم همیشه در بخش دیپلماسی بین المللی وزارت امور خارجه کوشش کنه که این تفکیک ها را از داخل انالیز کنن، بعد برای خودشان دوست و دشمن معلوم میشه و راههای خود میتونن که پیدا کنن. موضوعی که بسیار زیاد مهم است این است که در افغانستان از نظر امنیتی ما امنیت عام تام داریم، فعلا هیچ مشکلی نیست. هر کس که میگه من اینو باور نمیکنم، خب انفرادی مشکلات است، اینو گفتن نمیتونیم چون نظامی که 40 سال کشوری که در اونجا جنگ بود و یک نظام اومده تا که به پای ایستاد میشه بسیار مشکلات در مسیر راه خود دارد. اما از نظر ثبات باز یک توضیحات حقوقی که میخواد، ثبات یک موضوع جداست که حداقل یک مدت بگذره سیستم درست ایجاد شد، بعد از اون ما روی ثباتش باید بحث کنیم. و اگر انگلیس ها این رو بگه که امنیت انگلیس ها اتباع انگلیسی در افغانستان
چیز از اونا از روی امو جنایات که اونجا که جنایات حمایه کردن میترسن، از روی عقاید میترسن. ولی اگر از نظر ثبات بگه ایسا رای به انگلیس ها چی که هیچ کشور نداره، چون که هنوزه امو سیر تکامل ایجاد ثبات و سیر تکامل توزیع و تشریع حقوقی ثبات آن چیز نشده، به اصطلاح ثابت نگردیده. و می خاطر است که جامعه جهانی بعضی مسائل من حیث نقطه فشار مد نظر میگیره که او در کل طالبان به طرف یک حکومت هم شمول بره و یک حکومت که انتخابی شود که او را همه مردم هم موکی کنه و خود برخواد کنیم که اگر در بین دیگه مردم ها تکنوکرات های فراری و یا در بین یعنی مردم هایی که جمهوری خواه های که سپاس آقای احمدزاده برمیگردیم با شما. تشکر، ممنون آقای رسا. ممنون آقای احمدزاده. آقای رسا، تحلیل شما چی از شورای بریتانیا بشهروندانش هشدار داده که به افغانستان سفر نکنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مهمانش دبست و بیندای مخترف رسانیتان سلام و عرض سلامتی دارم. خب انالاج من از موضوع ای است که ارتباط میگیره به خود قضیه انگلیسا، یعنی انگلیسا دشمن دیرینه امت اسلامی است و از زمان که انقلاب سلطنتی میکنه خلافت عثمانی موجود است و خلافت عثمانی همیشه حمله میکرد بالای غربی ها، مخصوصا اروپایی ها، و اروپا را محاصره کرده بود، حتی به ویانا و اتریش رسیده بود. و اینا در فکر از این بودن که چطور بتانن یک قده سرطانی، یک سرطان سرخ در قلب امت اسلامی داخل کنن که اول وکتور جهاد مسلمان را تغییر بتن از طرف غرب بره و طرف دیگر که یهود بود. یک از دلایل که یهود شکل گرفته از چهار دلایل همی است. دوم بتانن باز وحدت مسلمان ها در منطقه کنترل بکنه، یعنی اول دولت چپ شه و وحدت از بین بره، باز جلو وحدت دوست یهود بگیره کی کار موفق میشن. اما در بعد بود از این که اینا تشویش میکنه که افغانستان چرا تروریسم است و شهروندهاش دستور میده که باید این طرف نگیه و خطر امنیتی وجود داره، ارتباط به قضیه نوار غزه داره. شما ببینین وقتی که مجاهدین موفق میشه که دستگاه امنیتی و استخباراتی اسرائیل از سراسیمه بکنه و تا 50 کیلومتر مرزش پیش بره و شرک نشینای اشغالی را به اسارت بگیره، تا قماندانایشان و نظامیاش فرار میکرد و میخواد سرزمین جهنم میرن فرار بکنیم، یک شوک عظیم هم اروپا گرفته، در شوک عظیم قرار داره، هم خود اسرائیل و هم خود آمریکا، یا که فعلا بلندترین مقاماش از رژیمور گرفته تا وزیر دفاع و وزیر خارجه، همش میخواد در این منطقه بیا و میخواد خاورمیانه آرام بشه. یک بود این قضیه است. اما در بود از اینکه اینا میایم افغانستان توریسم میگه اولش اینا چیکاره است، کدام حق کیه به اینا این حق داده که ما رو توریست خطاب میگن، در حالی که توریست درجه خودشان است. ببینین از توریستای درجه یک قرن اخیر و از توریستای درجه یک قرن 21 اینا حمایت میکنن. آمریکایی ها 106 میلیارد دلار اختصاص میده که وحشی های قاتل مسلمین یهودا بیای مسلمان ها را قتل عام بکنه، از اونا حمایت میکنه، اونا قهرمان است. اما ما که مسلمان هستیم، چون جنگ جنگ کفر ایمان است، ببینید یک از گفایی که یک موج سیاسی در بدن امت اسلامی آورد، یعنی امت اسلامی را تکان داد، افکار جمعی امت اسلامی را مخاطب قرار داد و فعلا امت اسلامی به شکل جمعی به طرف وحدت روان است. یعنی امت اسلامی وحدت فکر پیدا کرده در یک بود در فلسطین، چون خیانت هایی که صورت گرفته بود فلسطین از قضیه کفر ایمان به غزه و اسرائیل تبدیل شده بود، فعلا دوباره این به قضیه جهانی هم بر کفار هم بر امت اسلامی تبدیل شده و فعلا اونا بسیار ورخطا هستن، بسیار میترسن. شما ببینین حملاتی که در بغداد بالای پایگاه آمریکا صورت گرفت، حتی در قبرس بالای سفارت اسرائیل که صورت میگیره، حمله معترضینی که در ترکیه بالای سفارت اسرائیل آمریکا صورت گرفت، اینا میترسن، اینا متوجه شدن که وقت ببینن جهان کفر متحد شده، در صف کفار متحد است، در صف یهود است، مسلمان ها در صف فلسطینی ها قرار گرفته، فقط حکام خائن مانده، حکام پاکستان، ترکیه، که اینا به نحو غیر مستقیم با سکوت خود در صف اسرائیل قرار گرفته و در صف کفار قرار گرفته. اینا میترسن. تظاهرات میلیونی شما در لندن ببینه، تظاهرات میلیونی خودش اونا را به وحشت انداخته که مبادا این انگیزه و این قضیه که در فلسطین است این سبب شود که مسلمان ها وحدت پیدا کنند، مسلمان ها مرزا را بپرانند، مسلمان ها مرزا را از بین ببرند، مسلمان ها چون یک گپ خدمت آن هست شود که فعلا روحی جهاد، روحی قتال، روحی فتح، روحی مرزشکنی، روحی فتح بیت المقدس در بین مسلمان ها دوباره جهان گرفته، دوباره زنده شده،
دوباره مسلمان ها به این فکر میکنه که مسجد اقصی میتونه فتح شود، یعنی یهود سستر از خانه عنکبوت است. این گپی است که ثابت شد و حکام خائن و امریکایی همیشه تبلیغ میکرد که موساد و اسرائیل بزرگترین قوت منطقه از دستگاه جاسوسی که داره، اما 500 به گفته امریکایی ها سرلوچ پایلوچ و به گفته غربی ها 500 مجاهد سرلوچ پایلوچ با موتورسیکل ها میره و یهود سراسیمه میسازه. این خودش مسلمان ها را جرات میده که تظاهرات بکنن، جرات میده که به این فکر باشه که چطور سرزمین اشغال شده را آل وقتش رسیده که باید فتح شود، چون حتی در این مورد روایت هم وجود داره که بخاری از عبدالله ابن عمر روایت میکنه که از پیغمبر هم روایت کرده که میگه شما با یهود قتال میکنه و شما برنده میشه و سنگ صدا میکنه که یهود اینجا از پشت ما پد شده ایر از بین ببر. این خو فرشته ها خو نمیگه که این کارا بکنن و سنگ با فرشته ها خو صدا نمیکنن، به مسلمان ها است. این گپا را یهود و این گپا را امریکایی ها و این گپا را اروپایی ها مخصوصا انگلیس ها درک کردن، میفهمن اونا مطالعه دارن تاریخ ما را و اونا میفهمن که چطور ما مرد شکن بدیم، چطور پایم مثلا مردان شکسته بود، چطور اصحاب شکسته بود، چطور خلاف های کار کرده بود، چطور انگلیس را محاصره کرده بود، چطور شوروی را محاصره کرده بود، چطور اروپا را ما محاصره کرده بودیم. این گپ های است اونا میترسن، این ترس خود در قالب تروریسم در قالب تهدید امنیتی مطرح میکنه، چون شما اگر شبکه اجتماعی را سرزده باشه یک ویدیو دست به دست میشه خواهر فلسطینی از افغان ها کمک میخواه که ای برادرای مجاهد ما، ای برادرای افغان ما، با ما شما کمک بکنه، بیاین ما دوای تان کار نداریم، ما لشکر تان کار داریم، تشکر آقای رسان برمیگردیم بیاین به کمک ما. پس از این خاطر اونا بسیار زیاد میترسه که ما بادا چون افغان ها از دوره احمد شای عبدالی مرزشکنی تجربه شده دارن، از اونا از افغان ها زیادتر میترسه و تجربه ممنون. شکست از افغان ها رو انگلیس ها داره، از اون خاطر میفهمه که افغان ها چه قسم مردم است. سپاس آقای حسینی. حالا حکومت سرپرست گفته که مردم احساس آرامش داره و امنیت سرتاسری تامین است، آیا واقعا همچنین است؟ خب از لحاظ فیزیکی اگه نگاه بکنیم امنیت نسبتا تامین است، هرچند که گاهن بعضی مشکلات امنیتی وجود داره، اما در سطح کلان امنیت در افغانستان الحمدلله نسبتا خوب است. اما مشکلات دیگه‌ای که ما در افغانستان داریم امنیت روانی مردم افغانستان در یک وضعیت مناسب قرار نداره، چون که فعلا شما میدانید که افغانستان با یک بحران بزرگ اقتصادی روبروست، بحث فقر در افغانستان بیداد میکند، بحث بیکاری در افغانستان بیداد میکند، وقتی که در یک خانه یک لقمه نان پیدا نشود، وقتی که در یک خانه افراد خانواده نتواند که نیازمندی های روزمره خود تأمین بکند، خب این مشکلات میتواند که امنیت روانی جامعه را آسیب برسند. ولی گفته که مردم احساس آرامش میکنه در قسمت امنیت فیزیکی ممکن است، ولی خدمت شما عرض کردم که از لحاظ امنیتی وضعیت افغانستان نسبتا خوب است، اما از لحاظ بحث بحران اقتصادی ما واقعا با مشکلات کلان در افغانستان روبرو هستیم. امیدوار هستیم که این بحران اقتصادی به یک نحوی مدیریت شود و مشکلات اقتصادی مردم کاهش پیدا بکنه. بله، یعنی نارامی مردم که حالا برمیگرده به اقتصادشان یک ذل اساسی همی است که مردم اقتصادشان خوب نیست و احساس آرامش نمی کنند. بله، خب بحث اقتصاد یک بحث بنیادی است در هر جامعه، در هر خانواده یک از بزرگترین مباحثی که با زندگی روزمره شهروندان سر کار داره بحث اقتصاد است و از نگاه اقتصادی متاسفانه ما در شرایط بحرانی قرار داره. بله، چه زمان افغانستان صلح و ثبات دائمی برقرار میشه و مردم واقعا از هر لحاظ احساس آرامش میکنند؟ شما ببینید، خب این بحث شاخص هایی که ما میتونیم به روی امنیت و ثبات دائمی کار بکنیم، این شاخص ها خب زیاد است، اما از مهمترین شاخص هایی که میتونه روی بهبود وضعیت زندگی مردم ما تأثیر گذار باشه، اول بحث امنیت است. در کنار بحث امنیت مباحث اقتصادی است، مباحث تعلیم و تربیت است که در اینا باید به صورت جدی در اینا پلداخته شود، که ما در بعضی موارد ما پیشرفت های خوبی در حال حاضر داریم، در بعضی موارد نداریم. بحث مثلا
از لحاظ مباحث سیاسی هم مطرح است که ملت افغانستان خواهان تشکیل یک حکومت فراگیرتر است که در حال حاضر یک از خواسته های ملی و بین المللی هم محسوب میشه، که با خواستار ازی هستیم که یک دولت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. هرچند که ما در 2 سال گذشته در بعضی از شاخصه ها ما پیشرفت های خوبی در قصه در توسط امارت اسلامی شاهد هستیم، که یکیش بحث همین بحث امنیت است و کنترل بازار، یعنی تورم تا جایی در افغانستان مدیریت شده، اما این تورم به این معنا نیست که بحران اقتصادی حل شده باشه. ولی اگر این تورم مدیریت نمیشد، ما میتونیم وضعیت اقتصادی به مراتب بدتر از اون در افغانستان داشته باشیم. ولی در قسمت تورم امارت اسلامی با کنترل تورم و مدیریت تورم در افغانستان نسبتا مدیریت خوبی انجام داده. در مسئله حکومت فراگیر حالا چقدر رقبه جان مسامین کسایی که همین کشورهایی که خواست دارن از حکومت سرپرست؟ شما ببینید، ما خواستار از این هستیم که یک مقدار حکومت بازتر شود و بر اساس قانون، بر اساس ارزش‌های اسلامی، بر اساس ارزش‌های ملی ما شاهد یک حکومت بازتر در افغانستان باشیم تا میزان مشروعیت التقا پیدا بکنه. و همچنین ما بحث روابط بین المللی را داریم، که خود روابط بین المللی میتونه هم روی امنیت تأثیر گذار باشه، هم روی اقتصاد تأثیر گذار باشه. در 2 سال گذشته امارت اسلامی در مسئله مشروعیت بین المللی البته پیشرفت هایی داشته. شما میبینید که بعضی از کشورها درست است که به صورت اعلامی امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته، اما عملا همون پروتکل هایی که ما بین دولت ها انجام میشه ما بین امارت اسلامی و کشورهای مختلف انجام میگیره. مثلا سفرهای رسمی، قراردادهای تجارتی، اینا از پیامدهای به رسمیت شناختن یک کشور است. این مسائل از لحاظ عملی تا جایی پیشرفت های خوبی داشته، اما از لحاظ اعلامی متاسفانه تا حالا موفق نشده که رسمی کشورها را به همراه خود داشته باشه. باید روی همه مسائل کار بکنه، بحث ثبات، بحث امنیت، بحث آسایش و رفاه شهروندان افغانستان ابعاد مختلف داره و ما نمیتونیم که در یک بودوره تعریف بکنیم. سپاس آقای حسینی. آقای حمزه، حالا چی فکر میکنین؟ حکومت سرپرست گفته مردم احساس آرامش دارن، امنیت سرتاسری تامین است. حالا تا حالا تعامل صورت نگرفته با حکومت سرپرست و فکر میکنین که در حال حاضر افغانستان دارای صلح ثبات است؟ ببینید، امنیت فیزیکی بله در تمام افغانستان وجود دارد، مشکل امنیت فیزیکی وجود ندارد، اما امنیت روحی یا روانی تقریبا روابط خاص خود با اقتصاد دارد. در جامعه های یا کشورهای جهان اول دوم، اگر شما ببینید چرا کوشش زیاد روی اقتصاد است، اونا چون امنیت دارن زمینه رو برای اقتصاد قوی مساعد می‌سازن. فعلا هم همون که آقای حسینی فرمود، موضوع تورم کنترل میشه و امنیت فیزیکی هم وجود داره، اما امنیت روحی وجود نداره. امنیت روحی فرض مثال کوچک مثال میگم، یک خانواده فکر میکنه من همه چیز میگه دارم، کار ندارم که نان پیدا کنم، ایجاد کار وجود نداره، اما مالیات دو چند بالا رفته، صفایی دو چند بالا رفته، خب سه چند. ببینید، این مینجاست که اگر ما تمام ادیر روی یک برنامه بزرگ اقتصادی مد نظر بگیریم، برای 40 میلیون مد نظر بگیریم، هرگز ما نگیم که 15 میلیون هستیم یا 30 میلیون، ما 40 بالا هستیم. خب این مد نظر بگیریم، بعد از اون مالیه را پایین بیاریم، صفایی را بالا پایین بیاریم، تورم کنترل کنیم، مثل که تورم کنترل کرده دانسته و تولیدات داخلی خود متوجه شدیم و در پالوی از این موازی تحرکات کارهای بسیار عادی، کارهای بزرگ نه، کارهای عادی، کانال آب بگیر از پنجشیر که انتقال شده تا کابل او رو تکمیل بساز، حداقل 5000 کارگر در اون کار پیدا میکنه، جامعه جهانی هم کمک میکنه همشون قضایا. یعنی من یک مثال کوچک برتان دادم، دیگر روی همین دلیل است که امنیت روانی وجود ندارد. یک شما ببینید دانشگاه ها، پانتون ها با پول بسیار گزاف درس میتن،
در پانتون های دولتی هیچ جلب و جذب وجود ندارد. اگر او رو بگید چوری کار میکنی، او هزارها بهانه میکنه. جلوی ای رو باید بگیره. یعنی ما به این شکل باید پیش بریم که تا امنیتی روحی و روانی ما آیسا آیسا جور شود. دوم، دشمن در صدد هزارها توطئه است. شما در این روزا دیدین که در آمریکا یک چند نفر جمع شد و فراری هایی که در اینجا بود چی فایده دیدن که آن دونجا برن این توطئه رو در سر جور برن باز اونجا بیرق بالا کن. خب بیرق ملی کل ما احترام داریم برش. اما ای که تو بیای سخنگوی داشته باشی و بگی من جنگ میکنم، این به معنی از این که تو امو دوز دو رهزن قبلی بودی که اول بودی جای بین المللی را جیبای تان انداختت فرار کردیم. در مسئله امنیت روانی و امنیت فیزیکی آقای امیر توضیح میدم. شما بینید اینمی جلبی اگر ما وقت امنیت روانی و روحی داشته باشیم و امنیت فیزیکی وجود داره، امی امنیت فیزیکی را در حیطه قانون آماده بسازیم. قانون ما از قبل داریم، مثلا 343 داریم، کسی را عمل کننده نداریم. بهترین قانون روی جهان که 63 کشور اسلامی در او در ساختار دست داشت، بر بنیاد فقه حنفی جور شد، قانون اساسی افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون مدنی افغانستان است. هیچ چیز خلاف اسلام و دین اسلام وجود ندارد. شما اینمی امنیت فیزیکی را داخل چوکات قانون بسازید. به می شکل خود به خود اول امی اعلان از ایجاد کدرها را که وقتی شما میارین، کدر به معنی از نیست که که فرار کرده و از موتو نمیشن، اویی که در کشورت است، اویی که خودش ایمانن میخواه. من میال خبر شدم از کشورهای منطقه که حتی افسرهای قبلی خود در کشورهای اروپایی بوده خواستن که اوادی منطقه را کنترل کنه که کشور خراب نشه، کشورهایشان خراب نشه. ترکیه کار کرده، ایرانی کار کرده، همین پاکستانی که امنیت ما را خراب میکنه اونم کار کرده. پس لحاظا ما با چی نظر داشته باشیم؟ هیچ کس حکومت غیر اسلامی در افغانستان نمیخواد. این به بنیاد ما، به سرشت ما وابسته است. چون نمیخواد. اما کسی که میگه میخوایم، بازم نمیخواد. دروغ میگه اونم. تمثیل میکنه. ناق. اما در حال شما ببینید در یک قریه یک ملا چقدر ارزش داره. مردم میره نان خود میبره برای ملا تقسیم میده. زکات به کی میداد؟ عشره به کی میداد؟ اما سیستم رو یک صندوق جور کنه. حال اون رو بیت المال بپردازن. اینی مسائل است که امنیت روحی و روانی ما را جور میکنه. ما از دین ناگسسته نیستیم. هر کس که فکر میکنه که ما را باید گپای کاذب و دموکراسی نامش نمیمونه، وحشت غربی و وحشت شرقی ما را به طرف خود بکشانه، نه. همین خود دین در عرصه خودش بسیار مسائل داره. مثلا ما تجارت اسلامی داریم، اقتصاد اسلامی داریم، ما دیپلماسی اسلامی داریم، ما شما باور کنید نظام جنگ و سیستم اسلامی داریم، ما اطلاعات و استخبارات اسلامی داریم. ما برتان بگم برمیگردیم آقای احمدزاده با شما. ممنون آقای رسال. یعنی داریم، فقط او را در سیستم ایجاد کنه، خود به خود مردم به طرف تشکر 24 ساعت مثل خلقه ها برای تلویزیونای شخصی خود نمیتونه، تلویزیونای دولتی خود نگاه کنه. ما انقلاب کردیم که شکست دادیم، اون فراب خلاص شد. سپاس آقای مزای برمیگردیم با شما. ادامه صحبتایتان هم داشته باشیم. آقای رسالا، آقای حسینی و آقای امزای به این نظر است که امنیت فیزیکی است ولی امنیت روانی وجود ندارد. تعریف شما از امنیت روانی چی است و چرا وجود ندارد؟ خب شما ببینید وقت ما سر ثبات گپ میزنیم، مخصوصا وقت ما که مسلمان هستیم، بالا سبحانه و تعالی ایمان داریم و پابند به شریعت آسمانی هستیم که آخرین راه حل آسمانی برای بشریت است، وقت ما ثبات گپ میزنیم بیاییم ثبات در پرده و شریعت ببینیم. چون وقت ما میگیم نظام اسلام یعنی رای حل اسلام، وقت اسلام به صد رای حل داشته باشه، به سیاست، به ثبات، به امنیت، به اجتماع، به نظام تعلیمی و تحصیلی، خیلی یک نظام نیست. چون نظام یا ایدئولوژی رای حل بر کل مشکلات بشریت است. مثلا نظام دموکراسی یک نظام بشری است، ای رای حل داره، هم قسم اسلام هم رای حل داره. حال صرف نظر از اینکه نظام دموکراسی خلاف فطرت از نظام دموکراسی خلاف واقعیت از یک نظامی است که بشر به طرف نابودی برده و بحران اصلی رو به وجود آورده، بشر از ظالم ساخته، این بود جزاست، ما سر از این نمیریم. اما از بود اسلامی که این قضیه رو ببینیم، ما باید به پیامبر صلی الله علیه و آله مراجعه بکنیم که چطور ثبات به وجود آورد، به حساب مراجعه کنیم، به خلافا مراجعه کنیم. ما سه خلافت داشتیم، خلافت امویی، عباسی، اینا چطور ثبات به وجود آورد، چطور نظام اقتصادی داشتن، چطور نظام سیاسی داشتن، چطور امنیت روانی را ایجاد کرده بودن، چطور امنیت اقتصادی را به وجود آوردن،
جالب است که در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز زکاتگیر پیدا نمیشد. ای از کجا می آید؟ ای یا غنای فکری بود یا غنای اقتصادی بود، یعنی فقر به صفر ساخته بود. ما از لحاظ اقتصادی از چین هم کده پیش بدیم، چین نتونست امروز فقر به صفر برسانه. خیلی بود تعریف ثبات اینجا معنا پیدا میکنه. با پیامبر هم مراجعه بکنیم، پیامبر هم چطور ثبات با وجود آورد؟ چطور اوس خزرج که سالها بین هم درگیر بودن، سالها مبارزه میکردن، یکی دیگر رو میکشتن، چطور اینا رو برادر ساخت؟ با تطبیق یک شریعت عثمانی، با تطبیق ارزش‌های اسلامی، از سیاست داخلی تا سیاست خارجی، دیپلماسی اسلامی که پیامبر هم داشت جالب بود که اصلم یعنی دعوت و جهاد بود. این گپی بود که ثبات پیامبر هم رقم زد، ثبات اصحاب رقم زد، ثبات خلافا رو رقم زد. یعنی آخرین خلافت دیگه در 1924 میلادی سقوط کرد، چطور از ثبات برخوردار بود؟ اینا رو در شرایط فعلی ثبات به ما چی معنا میده؟ جالب است که درک بکنیم عامل بی‌ثباتی اصلی در سرزمین اسلامی غرب است، اسرائیل است و یهود است. چون در قلب امت اسلامی من ایسی یک سرطان سرخی آورده شده، نصب شده تا امت اسلامی ثبات نداشته شده. چون اگر امت اسلامی ثبات پیدا کرد، با در فکر آزادی کشمیر میشه، در فکر آزادی بیت المقدس میشه، در فکر آزادی ترکستان شرقی میشه و چینایی های ظالم کمونیست که مسلمان ها رو قتل عام میکنن در فکر آزادی از اونها میشه. و از دشارت فیلی حتی جالب است که روایت وجود داره که جابر ابن عبدالله و عبدالله انصاری رضی الله عنهما از پیامبر هم روایت میکنه که هر گاهی به انسان مسلمان خودک حرمت شوه و آبرو و حیثیتش کاسته شوه و مسلمان های دیگر شاید باشه اما با یاریش نشد، و الله سبحانه و تعالی او را یاری نمیکنه در جای دیگه که کمک کار داشته باشه. خیانال وقت ما ثبات کار داریم، وقت ما میگم افغانستان سالها جنگ بوده، افغانستان محل کشمکش قدرت های استعماری و قدرت های بزرگ بوده، پس ما به ثبات نیاز داریم، پس باید مستضعف های امت نجات بدیم و کمک کنیم تا الله چی کنه بالای ما رحم کنه و ثبات نصیب کنه. یعنی چون در صورت انفال آیت 72 الله سبحانه و تعالی بسیار واضح میفرماید اگر از شما در امر دین نصرت خواستن ضعیفان اومد، با شما فرض است گور نصرت و یاری بکنه. این ای گپو چی معنا میده؟ از یک طرف خدا میگه فرض است، از دیگه طرف حدیث وجود داره که اگر کسی یاری خواست کمکش بگو، اگر نکدی با در جای دیگه کمک خواستی خدا کمکت میکنه. پس خلافت عثمانی چیکار میکرد که ثبات داشت؟ دعوت و جهاد میکرد. خلافت اموی چیکار میکرد که ثبات داشت؟ خلافت خلفای راشدین، اگر اونا دعوت جهاد نمی داشتن ما امروز کی مسلمان بودیم؟ امروز ما چی می بودیم؟ یا گاو پرست می بودیم، یا ستاره پرست، یا آتش پرست می بودیم؟ این گپ اساسی است. و پس وقت فرزند فلسطینی، کودک فلسطینی کشته میشه و اثر ما صدا میکنه، ما هم ثبات می پاییم. نظر به فرموده الله سبحانه و تعالی، نظر به حدیث، اگر ما اونا را کمک بکنیم، مرزا را از بین ببریم، با کمکشان بشتابیم، لشکر امت او طرف جهاد بدیم و با یهود قتال بکنیم، حدیث وجود داره که ما یهود نابود میکنیم، سنگ صدا میکنه که یهود اینجا از بیاق از بین ببر. ایره خدا گفته، ایره پیامبرش گفته، ایره من نمیگم، ایره معقول خود من کشیدم. ای حدیث موضوعی هم نیست، ایره بخاری روایت میکنن، ای حدیث صحیح است. اینی موضوعات است که ثبات ما را رقم میزنه، رضایت خدا را داره. و ببینن جالب است که در جنگ بدر 300 مسلمان، 300 صحابه در مقابل 1000 نفر تا دندان مسلح پیروز میشن. این چی را نشان میده؟ اگر ما از دید دنیایی ببینیم همیشه امکانات میگیم برنده است، همیشه دیپلماسی آمریکا برنده است، مگم همیشه مؤمنین حق برنده است. نصرت الله با کسی که باشه، خدا با کسی که باشه، او برنده است. تشکر. این جالب است، 500 مجاهد حمله میکنه، دستگاه و سیستم استخباراتی و امنیتی اسرائیل سراسیمه میشه. این چی را نشان میده؟ نصرت الله را نشان میده. جهان کفر متحد سپاس. شده آقای یسر در فلسطینی ها خیصف ما کجاست؟ این نقطه آخر را میخوایم تکمیل کنم، اجازه بدید. جهان کفر، انگلیس، امریکا، آلمان، تمام روی در صف یهود است. حکام سرزمین های اسلامی بیشرمانه در صف یهود قرار گرفتن. امت اسلامی در کنار مردم فلسطین است. حکام سرزمین های اسلامی و ارتشا باید صفشان را معلوم بکنند. آیا در صف سکوت می باشند؟ صف بی‌تفاوتی می باشند؟ صف دفاع از فلسطین قرار می گیرند؟ یا صف ترس و خشی از غرب کافر و مجرم استعمارگر؟ ممنون آقای رسا. آقای حسینی، حالا دستگاه دیپلماسی حکومت سرپرست در راستای تامین صلح و ثبات و همچنان تعامل سیاسی با کشورهای جهان منطقه چقدر تلاش کرده و این تلاش های نتیجه بخش و قابل قبول است؟ شما ببینید دستگاه دیپلماسی افغانستان در 2 سال اند گذشته تلاش های زیادی را اینا انجام دادن، به خاطر ای که امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته بشه و یک روند مثبت میان حکومت افغانستان و جامعه بین المللی ایجاد شود.
البته در بعضی از موارد چنانچه قبلا هم اشاره کردم این تیم دیپلماتیک افغانستان موفقیت هایی داشته، همی که امروز در یک تعداد از کشورها سفارت افغانستان فعال است با زیر نظر حکومت فعلی، همی که اینا میتونه سفرهای خارجی دعوت میشه، کنفرانس های بین المللی دعوت میشه، اینا با یک تعداد از کشورها رسما پروتکلات رسمی داره، مثلا در تجارت، در بحث فعال کردن معادن در افغانستان، در اینا قرارداد رسمی با دولت ها بسته میکنه، اینا پیشرفت در جای خودش. اما به او حدی که بتانه واقعا حکومت افغانستان اینا در توسط کشورهای بین الملل به رسمیت بشناساند به صورت رسمی، ما شما میبینید که هیچ کشوری تا این لحظه امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته. پیشرفت وجود داشته، موفقیت وجود داشته، اما در یک حدی کافی نیست. باید ما تا این زمانی که امارت اسلامی به صورت رسما مورد تایید کشورهای بین المللی قرار بگیره، یعنی منظور رابطه رسمی میان افغانستان و جامعه بین المللی، هنوز فاصله داریم. شما ببینید که هر مثلا ما وقتی که میخوایم از یک کشور بیرونی میخوایم که ما رو به رسمیت بشناسه، حکومت افغانستان خود برای خود یک سری اصولی داره، یک سری ضوابط و اصولی داره که با توجه به او ضوابط و اصولی که در درون حکومت افغانستان موجود است میخواد کشورهای بین المللی به رسمیت بشناسایی را. و از طرف دیگر کشورهای بیرونی هم یک سری ضوابط و اصولی داره که اونا میخواد که ما در چارچوب ای اصول و ضوابط، مثلا حالا فرقی نمیکنه چه حکومت افغانستان باشه و یا هر حکومت دیگری باشه، یک سری شرایط وجود داره، اصول وجود داره و متاسفانه ما به او حد ما موفق نشدیم، یعنی حکومت ما موفق نشده که مشروعیت بین المللی خودش را به اکمال برسانه. نه که پیشرفت نداشته، پیشرفت داشته اما تکمیل نشده. برای که این روند تکمیل شوه و بعد التقا پیدا بکنه، نیازمند است که امارت اسلامی نسبت به جامعه بین المللی یک مقدار انعطاف بیشتر از خود نشان بدهد و همچنین جامعه بین المللی کشورهای دیگر هم نسبت به حکومت افغانستان منعطف شود. بله، حالا این تمکین صورت نگیر از خواستهای جهان و انعطاف پذیری نشان داده نشد، تا چه زمانی عدم تعامل وجود داشت و به ضرر کدام طرف خواهد بود؟ و شما ببینید که ما فعلا شرایطی که ما در افغانستان داریم، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی که ما در افغانستان داریم، خب به مراتب آسیب پذیرتر از کشورهای بیرونی است. لذا ما بیشتر ضربه میبینیم. مثلا ما برای که یک بحث گرفتن کمک های بین المللی، کمک های حقوق بشری که او هم ارتباط داره با به رسمیت شناختن افغانستان، که اگه به رسمیت شناخته نشوه کمک ها تا حالا ادامه داره ولی میتونه کاهش پیدا بکنه، ولی اگه به رسمیت شناخته شود دست دنیا بازه. متاسفانه ملت ما هنوز هم از لحاظ کمک های بشری نیازمند همکاری های جامعه بین المللی است. در قسمت سرمایه گذاری در افغانستان ما معادن داریم، معادن بسیار کلان داریم، ما روی گنج خوابیده ایم، اما بر بیرون کردن این گنج و فعال کردن یه معادن نیازمند سرمایه گذاری های خارجی است. اگر مثلا حکومت به رسمیت شناخته نشوه، در این قسمت هم میتونه تأثیرات منفی خود داشته باشه. درست است در حدی پیشرفت وجود داشته، بعضی معادن به بعضی از کشورها مانند چین و یا کشورهای دیگر برای استخراج سپرده شده که در اونجا هم تایی که معادن فعال شوه فعلا ما بحث کلان داریم و ما امیدواریم که امارت اسلامی نسبت به کشورهای بیرونی یک مقدار انعطاف بیشتر از خود نشان بدهد و کشورهای بیرونی هم وضعیت درون افغانستان، واقعیت‌های درون افغانستان را درک بکند و منعطف شود.
ممنون. آقای عوضای، حالا آقای کرزای در دیدار با هماهنگ کننده سازمان ملل متحد گفته که تفاهم ملی باید صورت بگیرد. آیا نقش عمده دارد در تحولات افغانستان که تفاهم ملی صورت بگیرد و از انزوا بیرون شود افغانستان؟ ببینن یک موضوعی که بسیار زیاد نمام شما مهم است که جامعه جهانی هم روی تاکید میکنه. خب ما عضو جامعه جهانی هستیم، کشور ما افغانستان در یک کره خاکی زندگی میکنه که مثل دیگر کشور هست. ما باید روی یک پلتفرم سیاسی داره آجندای بسیار قوی روابط بین المللی داشته باشند در وزارت خارجه، که به کمال تاسف از زمان جمهوریت قلابی تا به امروز امی آقای کرزی امو سیستم ایجاد نکرد. نداریم امجای پالیسی تا امروز، نه برای کشورهای اسلامی داریم یک پلتفرم، نه برای احساسات اسلامی ما که ما چطور از کشورهای اسلامی یا مسلمانان متضرر دفاع کنیم نداریم، ما چطور در منطقه با کشورهای اسلامی یک ریلیشنشیپ ایجاد کنیم نداریم. یعنی ما همیشه روی معادلات هستیم، روی ریلیشنشیپ های بسیار کوچک قبیلوی انوزه در روابط بین المللی به شکل استوار هستیم. تا که این موضوع را وزارت خارجه جور نکنه امکان نداره. و سازمان ملل هم ما با سازمان ملل تماس هستیم، شاید از آقای کرزی که بیشتر، اما سازمان عضویت نیمه بین المللی را داره. اما سوال در کجا؟ سوال در این است که ما به اجماع ملی امی ابتکار ضرور چی است که ما برای سازمان ملل بودیم؟ خب سازمان ملل بالاخره این موضوع را به یوناما راجع مثل یوناما بالاخره با وزیر خارجه و با چیز مطرح میکنه. بهترین راه امی است که امی دوستان که در داخل افغانستان به نام طالب سر حاکم هستن، اینا برای یک اجماع ملی بحث کنن. اجماع ملی افراد ملی که دارای عقاید اشتراکی با هم هستن. ای ما و شما خودتون نیست که تنها چهار نفر پشتون باشه اونجا بیاد. نه، ما قوم هزاره داریم، ما قوم تاجک داریم، ما قوم ازبک داریم، ما ترکمن داریم، ما ایماق داریم، ما تمام اینا. اگر شما داستان کفار قریش رو یار مطالعه کنید، از اونا از کدام رخنه استفاده میکنن علیه پیامبر صلی الله علیه و آله. ما باید یک تحلیل قوی از خود همین زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله داشته باشه و بعد از اون مبارک خداوند کمک میکنه، بعد از اون میراث که برای خلفا مانده بود. چرا که کسترش موفق نمیشد؟ با بالاخره سر ترک عثمانی ما باید بیان. شما برین سر صلاح الدین ایوبی چی تشکیلات داشت. ما اگر همه از اونها رو محاسبه کنیم، جور کنیم، که بسیار یه وقت کم رو در بر میگیره. شما باور کنید ما یک اجماع ملی داخل اسلامی خود افغانستان ایجاد کردیم. سازمان ملل مجبور است ما را به رسمیت بشناسه. این خوب به دستی از اون نیست، این خوب تو نیست که بگی وقتی ما در داخل این استراکچرا رو ایجاد کنیم، ما صدای خود بلند میکنیم. کشورهای همسایه همین روسیه عاجل ما را میگه این میگهشان حق با جانب است، همین چین میگه. خب خود چین 21 سال به رسمیت نشناختن، اما امروز ببینید که آمریکا رقابت میکنه. اینمی جمهوری اسلامی ایران کی به رسمیت میشناخت؟ اما خود در برابر همه تظاهرات چقدر مقاومت کرد، به کجا رسید؟ شما ببینید امروز آمریکا مجبور است برای چون کن کنه. شما برین طرف ترکیه برین، اردوغان چی یک کارهایی را به اصطلاح شهرکاری میکنه. ما مشکل ما در کجاست؟ مشاورین ما از کشور بسیار مغرز، اونا خودشان افاکر نیمه اوریان و اوریان انگلیسی هستن، اونا هم ذهنیت های اراکین دولتی ما را تخریب میکنن. اگر ما را همین چیزایی که ما پیشتر گفتم اینا عملی کنن، شما باور کنین همین نظام امارت اسلامی را هیچ کس مخالفش نیست. اما چهار نفری که فرار کردن، خب او خب بیاد با ما شما معلوم از سابق هم دستای بیل خارجی ها بودن حالا. اما ببینید ما بسیار راهکارهای بسیار بزرگ را که جامعه جهانی رو به چالش بکشه. چقدر مردم ما آدم بارده اینا کشتر شده شهید شدن. ما باید سازمان هایی داشته باشیم. چرا در وزارت عدلیه افغانستان هم یک بحث جریان داره اجازه نمیده که سازمان های مدنی فعال شود؟ به خاطر اینکه دشمن رخ نکرده در اونجا برای مولایی سر فریب میده ایجاد کنن با محاکم بین المللی تماس شود. در قندوز اینه که مردم ما را شهید ساختی. برای چی شهید ساختی؟ طلبای اطفال شهید ساختی، کوچک کوچک اطفال در اروزگان می رقم کردی، در هلمند می رقم کردی. تو کی بودی؟ برای چی آمده بودی؟ آل خونه در بیت المقدس معلوم شد که کل گپای دروغ، کل گپای ناتو
امی می 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 ای صاف اینمی 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 چی داری که شما می روز درون ثابت شد در اونجا هزار نفر در یک با بمبار شفاخانه در غزه شهید میشه. انگلیس لعنتی، نگرا لعنتی، همچنان چیز میگه. ببینین ما از داخل هر کار جور کرده میتونیم، فقط تفکر داخلی را یار بسازیم. جاسوس هایی که در داخل شان هست که اینا را ایفو ایفو با تشکر آقای مزه برمیگردم با شما. سپاس آقای رسا. چقدر اجماع منطقه ای در شرایط کنونی و در حال حاضر ضرور است برای افغانستان؟ ببینین نه تنها اجماع منطقه ای بلکه اجماع امت ضرور است. این گپ دقیق درک بکنیم. بدبختی ما از وقت شروع شده، ببینین اگر ما یک به مفهوم یک امت جمع می بودیم، اگر ما یک محوریت یا مرکزیت واحد می داشتیم، یک حکومت واحد، یک دولت واحد، یک امیر واحد می داشتیم، یهود بدبخ، یهود خوناشان حتی جرات نمیکرد که بعد موی اطفال فلسطینی دست بزنه، چی برسه که اونا رو قتل عام کنه، چی برسه که با تکبر فرعون گونه بگه که اعضای اماس خود مرده حساب بکنه. این یک ادای فرعون گونه است که این کار میکنه و جرات شکی میده امریکا، میده جرات شکی میده سازمان ملل میده. پس گپ اساسی این است که ما باید حداقل اینو درک بکنیم که سازمان ملل نفر خاصی یهود، نفر خاص امریکا، نفر خاص فرانسه و آلمان است. ما اونجا فضای حیاتی نداریم، بلکه سازمان ملل در حقیقت دشمن اصلی ماست. خود فرانسه، خود یهود، خود اسرائیل، تمام از اینا مشروعیت خود از سازمان ملل میگیره. یعنی کشتار مسلمان ها را مشروعیت چه کجا میگیره؟ سازمان ملل میگیره. یا اگر شما مسئله حقوق بشر را بینید، مسئله دموکراسی را بینید، این کلش یک فریب است به خاطر از اینکه بتونه مسلمان ها را در حکومت های ملی نگاه کنه، مسلمان ها را از جهاد، مسلمان ها را از برادری، مسلمان ها را از اخوت دور نگاه کنه. ثبات ما زمان رقم میخوره که ما به بحر وصل شیم، با برادر و خواهر ما دیگه سرزمین ها وصل شیم. یعنی وحدت جغرافیایی، وحدت سیاسی و فکری به وجود بیاد. در غیر از ما ثبات هم داشته نمیتونیم، چون انگلیس از دولت هایی بوده که دشمن دیرینه ماست، با قصد ما را از بحر دور ساخت و مرز سایکس پیکو را انگلیسان ایجاد کرد که ما در قمرای برادرای پاکستانی خود همیشه در جنگ باشیم و او طرف مرزای متفاوت در شکل داده. کلشی است که اونا در آرامش باشه، در ثبات باشه. یعنی اگر در یک جمله براتان بگویم، ثبات مسلمانان نتیجهش به ثباتی کفار، نتیجهش به ثباتی یهود، نتیجهش به ثباتی انگلیس، فرانسه، آلمان و امریکا و کل قوت های کفری و استعماری است. پس به ثباتی از اونا نتیجهش ثبات ماست. پس این گپ دقیق درک بکنیم، انفجارهایی که صورت میگیره افغانستان طول سال، جنگایی که بوده کلش نتیجه نمیگه بوده. این جنگ جنگ کفر ایمانت، این جنگ جنگ سلیبی است. هیچ دو شک وجود نداره فعلا که جنگ جنگ سلیبی نیست، چون فعلا تمامشان متحد شده و هدفی است که مسلمان ها باید قتل عام شود. این جنگ تنها به غزه خلاصه نمیشه، این جنگ پیش میره، اونا قصد گرفتن مکه را داره و فعلا یهود میگه که خیبر آخرین چانس تان بود، ما مکه را میگیریم. پس اینجا سوال اساسی که مطرح میشه که اردوهای سرزمین اسلامی چه وقت خونشان و چه وقت رگ غیرتشان به جوش میاد و چه وقت اینا حرکت میکنه، منتظر چی هستن اینا؟ ببینین تحرکات که نشان میده مسلمان ها، یک چیزی که برای ما بسیار جالب بود و باعث خروکی چشمای ما است، مسلمان ها پس از 100 سال یک وحدت فکری رو نشان دادن. در هر جای اعتراض میکنن، در هر جای شعار واحد دارن و قضیه اسلام و کفر واحد ساختن و نشان دادن که مسلمان ها فعلا به مفکوره جهاد، به مفکوره فتح فلسطین، به مفکوره متفاوت که ارزش اسلامی است، هنوز مسلمان ها باورمند است. با وجود که غربی ها سرمایه گذاری کرده، با وجود که غربی ها بسیار تلاش کرده که مسلمان ها را لبرال بسازن، مگر موفق نشده. پس این باید مدیریت شود. گپ اساسی ای است که سه طبقه باید مسئولیت خود درک بکنه. گپ بسیار اساسی علمای ما، حکام ما و مردم. یعنی علمای ما مسئولیتشان فعلا نیست، علمای ربانی ما، که این گپ درک بکنه که باید امت بیدار بسازه و امتی را بفهمانه که ثبات ما در ای است که به کمک برادر فلسطین برسیم با دعوت جهاد. مردم عام ما چی بکنه؟ در اینمی امر از حکام اطاعت بکنه و پیروی بکنه و ای انگیزه باید در بینشان باشه که این مرزا جلو ما را گرفته. این امروز ما میخواییم به برادر فلسطینی نام بدون، ما میخواییم دوا بدون، میخواییم زخمیش تداوی کنم، مگه بینیم مرز استیماری جازه نمیده؟ این مرزا دم مرا گرفته. پس این مرزا چی است؟ ما تاریخ شکسته نزیر داریم. پیامبر سر مرز شکر نبود، اصاب نبود، خلفا نبود. ما میراثی که بداریم، ما میتونیم مرزا رو بشکنیم. این مرزای انگلیس هست، این مرزای ساکس پیکوری چی هست که ما این شکست نداریم؟ 9 میلیون یهودی چی هست؟ 2000 میلیون مسلمان هستیم که 9 میلیون یهودی میایه به قلب ما قید خنجر میزنن، برادرای ما رو میکشن، خواهرای ما رو میکشن، ترشان تجاوز میکنن و خواهر ما صدا میکنه از زندان که اشکای ما سر میکنه، میگه که
من نمیخوام ما برادران ما یکم غیرت کنیم بیایم مرا نجات بدیم. من نمیخوام این فرزند کافر بده. این گپ اساسی است که ما باید این گپ درک بکنیم که حکام ما باید ارتشا را بسیج بسازد، باید فرمان از این بده که بالای یهود حمله شود. یعنی ما چی میخوایم بگم، مسئولیت ما این است که باید به این امت یه صفت که مرزا از بین بره، باید ما دولت واحد داشته باشیم، حکام ما در این عمل کمک بکنه و این فکر به امت بده که جهاد رای حل است و یهود تشکر میفهمه. یهود به زبان دیپلماسی نیست، زبان دیپلماسی نمیفهمه یهود. یهود به مذاکره نمیفهمه، یهود به تفنگ میفهمه، به امفور میفهمه، به حمله و به قتال میفهمه. یهود به سپاس برمیگردیم در جنبش آقای پسا. مهم است که ما اینو درک کنیم. تشکر آقای ساینی. چی باید شود؟ برای حل چی است؟ بزرگی میگوید مگه زمانی که ما طفل بودم آرزوم این بود که کل دنیا را ما باید جرم کردم. وقتی که جوان شدم سنم بالاتر رفت در فکر ای افتادم که امی فامیل خود یا اطرافیان خود جرم بکنم. وقتی که ریسفید شدم به این باور رسیدم که اول خود جرم بکنم، خودم مثلا خود اصلاح بکنم. ما متاسفانه در افغانستان کمتر به مسائل داخلی خود پرداخته ایم. افغانای ما شکر خدا همیشه با سخاوتمندانه صحبت میکنه، افکار بزرگ داره، افکاری که در اینجا جایی نمیشه همیشه در بیرون میخوای اصلاح بکنه. ما امیدوار هستیم که ما اصلاحات از درون خود شروع بکنیم. ما نگاهی میست که با توجه به تاریخ مسائل تاریخی افغانستان، ما متاسفانه حدود 50 سال است که در گرفتاری، نابسامانی و جنگ به سر برده ایم و الحمدلله 2 سال است که ما در یک وضعیتی در افغانستان قرار داریم که حداقل در کشور ما جنگ نیست و یک حکومت سراسری در افغانستان وجود داره که در جای خود یک امر مثبت و پسندیده است و ما امیدوار هستیم که این پایدار باقی بمانه. اما برای پایداری حکومت و برای تقویت حکومت نیازمند است که ما در درون افغانستان اصلاحات ایجاد بکنیم، نیازمند است که ما صدای ملت خود را بشنویم که این ملت از ما چه میخواهد. ملت ما متاسفانه با مشکلات عدیده روبروست که مهمترین او بحث اقتصادی است، نگرانی های دیگری هم دارد، باید به اینا پرداخته شود. تشکر. بحث اجماع ملی یک امر جدی است که ما از امارت اسلامی افغانستان انتظار داریم که روی این مسئله کار بکنه. سپاس. آقای مزای چی باید شود در گام نخست؟ در گام نخست ببینید، ما قبلا هم گفتم که برای ما فقط چیزی که مهم است اوی است که ما همه علمای ما بشینن روی ساختار اجتماعی ما به طرف اجماع ملی از داخل افغانستان تحرک کنه، حرکت کنه. ما امیدواری نباشیم که سازمان ملل یا فلان یا بسمدان. ما وقتی از داخل همه مشکلات حل کنیم، شما باور کنین مجبور است حداقل کشورهای منطقه ما را رسما به رسمیت خواهد شما و شمول روسیه. ما دلیل نباشیم که باشد فعلا آمریکا ما را به رسمیت بشناسه یا انگلیس بشناسه. ما مهاد بخشکه هستیم. شما در طول 21 سال جدل و جهاد و جنگ و همه اکتر دیدن دیگه نتیجه کم دنیا ما را به رسمیت میشناختن، ما در هیچ جای نبودیم، یعنی هیچ چیزی هم نبودیم. اما امروز امنیت عام و تام داریم. در اون زمان دعوای اجماع ملی برای منافع بیگانه ها صورت میگرفت. حالا بیان که به منافع خود افغانستانی کار بکنیم، به منافع دین خودی کار بکنیم، در این صورت ما موفق خواهد بودیم. این نظر ما است. در غیر از اون عدمی رخنه های اجتماعی ما استفاده سوء میکنه دشمن به خاطر اینکه اهداف اسلامی رو تارگت کنم، اهداف مسلمان ها رو تارگت کنم، افغانستان هم زودترین صد در برابر خود میبینه. و ما و شما هم کم انسان های فراری و انسان های بی عقیده و بی مغز کم نداریم، زیاد داریم که وقتی بگوش که چرا یک کار کردیم، میگه والا ما مشکلات اقتصادی داشت، لحاظا بهتر است که جلب بگیره
علما بگیره و علما به اساس بحث که من پیشتر کردم اونم مسائل مد نظر بگیره، خود به خود ما موفق هستیم. اجماع ملی بهترین راست، این میشه نامش اجماع ملی اسلامی باند. تشکر آقای احمدزاده. آقای رسا چی باید شود؟ خب در قدم اول یک چیزی که باید متوجه باشیم، همیشه منعیس یک نقطه قوت مقوله جالب است، میگه گوسفند که از گله دور شه او را گرگ میخوره. ما وقتی که خلافت عثمانی چپه میشه و مرزهای ملی به دولتهای کوچک تقسیم میشیم، گرگای مثل سازمان ملل، مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل چین، مثل شوروی، اینا میایه حمله ور میشه و تک امت اسلامی را در سرزمین‌های متفاوت اینا بلع میکنه و قرط میکنه و میخوره منابع ما را غارت میکنه. رای حلی است که مشت واحد شیم، رای حلی است که به مو فرمانده الله سبحانه و تعالی که میگه شما را امت واحد قرار دادیم. خدا نگفته که شما را افغان قرار دادیم، نگفته پاکستانی قرار دادیم، نگفته ترک قرار دادیم، گفته امت واحد قرار دادیم. پس رای حلی است که مشت واحد، امت واحد شیم، به هر نقطه دنیا که برادرای ما نیاز به کمک داره با کمک از اونا بشتابیم. چون اگر ما را ما امروی مهمان محترمتان موافق هستند در این قضیه، ما به رسمیت سازمان ملل، به رسمیت امریکا ضرورت نداریم. اگر ما را مسلمان ها به رسمیت بشناسه، به فکر امت باشیم، به فکر منافع امت باشیم، خام خواه دنیای کفر مجبور میشه که ما تعامل بکنه. یک راست بس دیگه ای است که ما چرا جامعه جهانی بودیم، این خود جامعه امریکایی است. ما چرا خود ما یک ساختار نداشته باشیم، چرا سیستم اسلامی خود ما رن نکنیم، تارگت نکنیم و اهداف خود بیان بکنیم. همین که میگم اسلام و کفر، همین مردم چرا هم تفکیک بکنه؟ ما باید سیستم اسلامی خود احیا بکنیم. نظام اقتصادی ما داریم، نظام سیاسی داریم، دیپلماسی داریم، نظام اجتماعی کلش از اسلام نه یک پکیج داریم. اینا که ما رن بکنیم، باز او غرب میفهمه که چه قسم تعامل کرده ما بکنه، مردم هم میتونه تفکیک بکنه. بدون شک سر ثبت و بالای چشم امت اسلامی کسی میشه که اسلام تطبیق کنه، ارزش‌های اسلامی و به ندای مسلمان های ضعیف لبیک بگوید. شرایط فعلی که مسلمان ها بسیار ضعیف شده، از ما کمک میخواه و این وعده خدا است که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما دین مرا نصرت داده، باز ما هم نصرت میدم و قدماتون رو میدارم. یعنی در شرایط فعلی نقطه آخر، اگر ما فلسطین ارتش بسیج بسازیم، باز خدا ما را ثبات میده، نقطه قوت میشیم، مرکز تجمع جهان اسلام میشیم و ما من تشکر سپاسگزار هستیم آقای رسا. سپاس از مهمانانم که در این بحث با ما بودن، آقای هر یک سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه، نادر شاه احمدزاده آگاه امور نظامی و احمد منیب رسا نویسنده و فعال سیاسی. و از شما بیننده ها سپاس که تا این دم آخر خط را بیننده بودین. وقت بخیر، خدا نگهدار.